نما بعد از نماز ظهر نه 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 حالا گوش کن، حالا من کتاب را نشان میدم، کتاب را نشان میدم، شما اون وقت بگو که اشتباه گفتم. این کتاب دلیل دوم حالا نه، دلیل اول من جواب بده، اون وقت دلیل دوم. من یکی یکی آقا جان، اینطوری نیست که بله یک بار هر من... نمازی وقت خودش رو داره. حالا گوش کن، و اینو کی میگه؟ خب پیغمبر بگه صلی الله علیه و آله و سلم. شما مگر از ایشون هم نه، سنت پیغمبر 5 وقت نماز بوده. حالا من به شما نشان میدم که سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله 3 وقت نماز بوده. حالا اجازه بده من نشان بدم. بر 5 وقت نماز بوده. حالا من نشان میدم، شما بگو اشتباه گفتی. این کتاب صحیح مسلم، نوشته مسلم ابن حجاج قشیری نیسابوری، تبع دار الفکر، که در سال 1432 در دار الفکر چاپ شده. کتاب صلاة المسافرین و قصرها، نماز مسافرین. باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، بین جمع کردن دو نماز، دو نماز را در یک وقت بجا آوردن در غیر سفر، در حضر. ابن عباس گفت صلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواندند، ظهر و عصر جمیعا، ظهر و عصر را با هم، مغرب و عشاء را با هم، فی غیر خوف ولا سفر، نه جنگی بود نه سفری بود، با هم خواندند. روایت بعدی سعید ابن جبیر گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ابن عباس ظهر و عصر را با هم خواندند در مدینه منوره. ابو زبیر گفت که از سعید پرسیدم چرا این کار را کرد، که سعید ابن جبیر گفت از ابن عباس پرسیدم این سوال را، گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواست که برای امتش آسان باشد. لذا برادر بزرگوار من، شما برو از مولویات بپرس، خب که مولوی های دروغگو به شما میگویند که شیعیان مخالفت با سنت میکنند، نماز ظهر و عصر را اینها یکی بعد از دیگری بدون فاصله میخوانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس چرا اینطوری مانند شیعیان نماز خوانده و حدیثش در صحیح مسلم موجوده؟ آقای علایاری بله بفرمایید. من شیعه بودم، من شیعه بودم، خودم بین شیعه بودم، نفاق، دورنگی، دروغی شیعه رو دیدم، برای همین از شیعه بریدم. حالا این که شیعیان این کلام شما بزرگوار، حالا درباره نماز من به شما جوابش را دادم، پس این واضح شد که دلیل شما از دلیل باطل. قانع نشدم، قانع نشدم. دلیل عدم قناعت شما چیست؟ بفرمایید. دوم بلال حبشی معذنه. حالا دوم صبر کن، بلال رو صبر کن. حالا من حرف رو شما رو جواب بدم که شیعیان در بین شیعیان شما نفاق و دورنگی دیدی. خب بله، این که شما میگید در بین شیعیان نفاق و دورنگی هست، این درسته، این من منکر نیستم، اما در بین عمریه خیلی بیشتره. مال مردم خوری، نجاست، خصوصا نجاست. گوش کن، منو دیدن دیگه شما بین اهل سنت فحش و فحاشی نیست. عجب. آره بین اهل سنت فحش و فحاشی نیست. این که بچه های کوچک را میگیرن در مدارس، در مدارس اینها را میگیرن منفجر میکنن، اینها را شیعیان انجام میده. ببین آقای اللهیاری، این که مسافرین را در راه زاهدان، مسافرین شیعه را میگیرن سر میبرند، اینها را شیعیان انجام میده. شما جای دیدی که شیعیان مسافرین سر میبرند؟ گوش کن، چرا جنایات شاه اسماعیل صفوی رو نمیگی که جنایت سنی بوده؟ نه، شاه اسماعیل صفوی تازه بسیار آدم شریفی بوده، به دین خدمت کرده، رحمت خدا بر او باد، جنایت کرده. بله شما اصلا یک آدم دروغگو هستی. من شیعه بودم، عمری شدم. بله تو از اولم عمری بودی، الانم عمری هستی، دروغ میزنی. بله و من قانع نشدم. خب چرا قانع نشدی؟ خب یک دلیل ذکر کن. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند شیعیان نماز می‌خوانده، خب پس شما بد میکنه مولوی های شما که شما پنهان میکنه.